کمیته حمایت از روزنامه نگاران در گزارش سالانه خود وضعیت روزنامه نگاران در کشورهای جهان در سال 2015 را بررسی کرد در این گزارش به تعداد روزنامه نگارانی که در این سال هنگام انجام وظیفه به قتل رسیدن و یا زندانی شدن پرداخته شده است با راد گزارش می‌دهد. در گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران که در نیویورک مستقر است آمده که طی سال رو به پایان 2015 69 روزنامه نگار در کشورهای مختلف جهان به قتل رسیدند. بزرگترین قاتل روزنامه نگاران و خبرنگاران در سراسر جهان گروه های تندروی اسلامگرا و در رس آنها داعش بوده است که بیشترین روزنامه نگاران مقتول در سال 2015 به دست این گروه ها کشته شدند. داعش در سوریه 13 روزامنگار و خبرنگار را به قصر رساند و در فرانسه و در جریان حمله به مجله فکاهی شارلی عبدو در پاریس هم نه نفر توسط افراد وابسته به این گروه به قصر رسیدند. پس از سوریه و فرانسه که مهلکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران در سال 2015 بودند، برزیل با شش کشته یمن، عراق، بنگلادش و سودان جنوبی هر کدام با پنج کشته و مکزیک با چهار و سومالی با سه کشته در رده های بد قرار داشتند. دو روزنامه نگار در ترکیه و دو روزنامه نگار هم در آمریکا کشته شدند. سوریه برای چهارمین سال پیاپی خطرناکترین کشور جهان برای روزنامه نگاران بوده است. کمیته حمایت از روزنامه نگاران می نویسد در عراق هم گزارش های از ناپدید شدند مرگ احتمالی و زندانی شدن 35 خبرنگار توسط داعش به دست این کمیته رسیده است اما این کمیته تنها می مرگ 5 روزامنگار را تایید کند کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سال 2015 خود همچنین نگاهی داشته است به روزنامه‌نگاران زندانی در جهان سانسور و عدم تحمل نظرات منتقدان و مخالفان گروهی از روزنامه‌نگاران را امسال همچون سالهای گذشته روانه زندان کرد بنابر این گزارش چین با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان در سال 2015 بوده است در حکومت هایی که قانون مدار نیستند بدون شک از ابزاری استفاده می کنن که بتوانند برای تضعیف طرف مقابل کارا باشه و یکی از این ابزارها متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران چین با 49 روزنامه‌نگار زندانی معادل یک چهارم روزنامه‌نگاران زندانی در جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن مصر با 23 و ایران با 19 روزنامه‌نگار زندانی در رتبه های دوم و سوم جدول قرار گرفتند کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید در سال 2015 میلادی که چند روز دیگر به پایان می‌رسد 199 روزنامه‌نگار در جهان زندانی شدند این رقم در سال گذشته 221 نفر بود. بابک راد صدای آمریکا